عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه این موقعیت رو مجدد به دست آوردم تا در قالب یکی دیگر از برنامه های اینفوگرام در خدمت شما عزیزان باشم. خب امروز داشتم رصد میکردم تعدادی از برنامه های یوتیوب رو، رسیدم به برنامه که مربوط میشد به 4 سال پیش و از مجموعه برنامه هایی بود که آقای محمود قربانی تدارک میدیدن و در صفحه یوتیوب خودشون قرار میدادن. این خیلی خوبه و خیلی جذابه که ما بتونیم خاطرات خودمون رو یا خاطرات هنرمندان رو ضبط و ثبت بکنیم و ازشون بهره مند بشیم، اما مشروط بر این که با دروغ و مسائل اینچنینی یا تحریف تاریخ مواجه نشیم. این روزا خیلی سخت شده بتونیم بسنجیم که واقعا فردی که داره به عنوان یک راوی تاریخی موضوعی رو بیان میکنه آیا اون موضوع از صحت و سقم خاصی برخوردار هست یا نه. خب خاطرات زیادی رو ما از محمود قربانی شنیدیم، تعدادیش قطعا خاطرات واقعی و حقیقی است که شاهد مثالهایی رو در نشریات گذشته هم داره و بعضی از این خاطرات به نظر من نه که 0 تا 100ش دروغ باشه، ولی تحریف واقعیت و قلب حقیقت درش صورت میگیره. حالا شاید بپرسید که من از کجا تونستم متوجه بشم در این خاطره که میخوام براتون نقل بکنم از آقای محمود قربانی اندکی تحریف و دروغ وجود داره. خب آقای محمود قربانی که همونطور که اطلاع دارین مدیر داخلی کاباره میامی بود و خب مجموعه هتل کاباره متعلق به احمد برادر بزرگتر ایشون بود و صرفا ایشون مدیریت اجرایی کاباره میامی رو بر عهده داشتن. به هر حال چند سالی رو هم ایشون همسر خانم گوگوش بودن و به واسطه شوهر گوگوش بودن اسم و رسم زیادی در کرد و بعد از اون هم تبدیل شد به یکی از افرادی که خواننده هایی رو یا نیروهای جوان مستعدی رو رصد میکرد، شناسایی میکرد و سعی میکرد از اونها در کاباره خودش بهره مند بشه و یا حتی در قالب مدیر برنامه های اونها هم که شده فعالیت بکنه، که این همکاری رو با خانم شهره در سالهایی داشتن و عملا باید بپذیریم که خانم شهره سلطی بخشی از شهرت پیش از انقلاب خودشون رو مرهون تلاش ها و همکاری با آقای محمود قربانی هستند. ولی خب همونطور که عرض کردم واقعیت ها رو نباید تحریف کرد. آقای محمود قربانی عنوان میکنن که ایشون بعد از اینکه انقلاب به پیروزی میرسه یا حتی در روزهای قبل از پیروزی انقلاب، بعد از اینکه آیت الله خمینی به ایران باز میگرده در 12 بهمن ماه سال 1357، ایشون رو دستگیر میکنن. 4 بار ایشون رو به اتفاق تعدادی از جنرال ها یا مسئولین ارشد سیاسی حکومت پهلوی به پشت بام مدرسه علوی میبرن تا اعدامشون بکنن، تیربارونشون میکنن و به گفته خود آقای قربانی چندین بار که ایشون رو میبرن برای تیربارون، چون چشم‌بند هم داشتن، میگفتن که یک فردی میومد و من رو با فاصله نسبت به دیگران قرار میداد و اونها تیربارون میشدن و من میدیدم که خب زنده هستم. و حتی یکی از دفعات یا فکر میکنم آخرین دفعه ایشون به دلیل ترس و استرس زیادی که داشتن خودشون رو هم خیس میکنن. اما گفته میشه که مبلغی نزدیک به بیش از 1,000,000 تومان باج داده میشه، رشوه داده میشه تا شرایطی مهیا بشه تا محمود قربانی بتونه از مدرسه فرار بکنه و این اتفاق هم رخ میده. بعد از گذشت مدتی نهایتا محمود قربانی بازداشت میشه، کلیه اموالشون مصادره میشه. احمد برادر بزرگترش هم که به امریکا رفته بوده، خونه خیابون سیدخندانشون، خود هتل میامی و همه اینها عملا به اموال مصادره شده نیروهای انقلابی بدل میشه. آقای محمود قربانی عنوان میکنه که قریب به 44 ماه ایشون در زندان بوده، یعنی چیزی نزدیک به 4 سال، که اگر این رو بخوایم بپذیریم و اگر تصورمون این باشه که آقای محمود قربانی شروع حبسشون از همون سال 57 شروع شده،
تا حدودهای سال 1361 ایشون باید در زندان می بودن. که خاطرات دیگری که ایشون نقل کردن که مربوط میشه به سالهای قبلتر، یعنی مثلا به سال 59 و ماجرای کودتای نقاب یا همون کودتای نوژه، نشون دهنده اینه که ایشون در اون مقطع زمانی بیرون از زندان بودن و از قضا حتی هتل میامی هم در اختیارش بوده. بنابراین به لحاظ زمانی که معمولا اتفاقات رو بعضا پس و پیش بیان میکنه. اگر بپذیریم که ایشون قریب به 44 ماه در زندان بوده، پس طبیعتا تا اوایل دهه 60 ایشون گرفتار مسائل مربوط به حبسش و مصادره اموالش بوده. خب ایشون از زندان آزاد میشه و متوجه میشه که هتل میامی، یعنی مجموعه هتل و کابار میامی که دیگه از کابار چیزی نمونده بود، توسط یک فردی از اطرافیان آقای خلخالی مصادره شده و ایشون دارن اونجا فعالیت میکنن. خب آقای قربانی بیان میکنه که میگه من رفتم گشتم ببینم که یه آشنایی پارتی چیزی میتونم پیدا بکنم. یه پارتی پیدا کردم، یک سرهنگی بود، از طریق اون سرهنگ سعی کردم که با این آدم جدیدی که از قضا از نزدیکان آقای خلخالی هم بود یه رایزنی داشته باشم و بگم اگه ممکنه این بساط ما رو برگردونید، این هتل رو به خودمون برگردونید. اون فرد برمیگرده میگه که اشکالی نداره، من هتل و حالا کاباره که دیگه عملا بعد تغییر کاربری میداد و به یک رستوران تبدیل میشد یا به یک تالار پذیرایی. گفت آقا من مجموعه شما رو برمیگردونم مشروط بر اینکه شما 4 میلیون تومان به من پول بدید. 2 میلیون تومانش خودم برمیدارم، 2 میلیون تومانش هم برای آزاد شدن اموالتون و اینا. البته آزاد شدن همه اموال هم نه، صرفا برای آزاد شدن هتل میامی. آقای قربانی میگه من این 4 میلیون رو دادم، یعنی 4 میلیون اینجا داده به احتساب 1 میلیون خورده ای که اوایل انقلاب که دستگیر شده بود و در مدرسه محبوس بود اونجا پرداخت کرده، میشه چی؟ میشه در یک بازه زمانی خیلی کوتاهی 5 میلیون تومان ایشون باج داده بوده برای اینکه بتونه بخشی از اموالش رو برگردونه. با توجه به اینکه اصلا هتل میامی در اون بازه زمانی شاید اصلا 4 میلیون تومان ارزشی نداشته که حالا ایشون بخواد بابتش انقدر باج و به قول معروف رشوه پرداخت بکنه. و اینکه با توجه به اینکه اموال و املاک و خانه های دیگر اینها مصادره شده بود، امکان فروش اونها برای پرداخت چنین رشوه سنگینی هم وجود نداشته، پس آقای قربانی از کجا این پول رو تامین کرده بود؟ ببینید وقتی ما داریم راجع به مثلا سالهای 60-61 صحبت میکنیم، اون هم نسبت به کسی که اموالش مصادره شده، خونه نداره، سالها زندان بوده و یه آدم این چنینی، اصلا تهیه مبلغی نزدیک به 4 میلیون و 5 میلیون مبلغ کوچکی نیست، اصلا قابل تصور نیست. حتی افرادی مثل خانم مهستی در اواخر حکومت پهلوی منزل 2000 متریشون 2 میلیون تومان در خیابان فرمانی قیمت داشته. اون زمان اگر یه فردی کل دارایی 3 میلیون بود میگفتن ایشون میلیونر، ایشون یکی از ثروتمندترین به هر حال آدم‌های ایران به شمار میره. حتی همسر سابق آقای محمود قربانی، یعنی خانم گوگوش، هم بعید میدونم در دوران اوج شهرتشون و اوج فعالیت‌های حرفه‌ایشون به این عدد رسیده بودن که حالا ایشون بخواد تازه 4 میلیون رشوه هم پرداخت بکنه. حالا ما اصلا فرض میگیریم که این اتفاق افتاده، تا اینجاش هم بحثی وجود نداره. آقای قربانی میگه که خب از اونجا که دیگه کاباره امکان فعالیتش مهیا نبود، فوری ما اومدیم یه سلف سرویس داده بودیم. احمدم که در آمریکا بود، یعنی برادر بزرگ احمدم که در آمریکا بود، یه تنورم زدیم، هر مشتری که میومد وارد رستوران بخش رستورانی هتل میامی میشد، ما یه نون تافتونم تر و تازه به عنوان برکت میذاشتیم روی میزش و اون به صورت رایگان و اشانتیون. دو سه هفته بیشتر طول نکشیده بود که کرور کرور آدم می اومد و عملا دیگه شرایط رستوران به
سمتی رفته بود که درآمد خوبی ما داشتیم و داشتیم کارمون رو انجام میدادیم، تا اینکه اون فردی که در سابق کاباره رو یا یعنی هتل رو هتل کاباره رو مصادره کرده بوده و از نزدیکان خل خالی بوده میاد دوباره به سراغ آقای محمود قربانی. توی این فاصله یه پرانتزی رو باز بکنم، محمود قربانی تماس میگیره با برادرش که در آمریکا بود و میگه که آره من اومدم کاباره رو که حالا تعطیل کردیم تبدیلش کردیم به رستوران و حالا شرایطم بد نیست. احمد قربانی برادر بزرگتر میگه که من میخوام بیام ایران، میگه حالا فعلا الان شرایط اوکی نیست، نیای بهتره. محمود قربانی سعی میکنه رأیشو بزنه اما احمد تصمیمش رو گرفته و خب طبیعتا به ایران برمیگرده. محمود قربانی خودش عنوان میکنه که من به احمد برادرم گفتم تو فقط پشت میز بشین، کاری به هیچی نداشته باش، من خودم همه چی رو اداره میکنم، بذار آبا از آسیاب بیفته شرایط مقدار اوکی بشه. تو این حد فاصل همونطور که عرض کردم اون فرد مصادره کننده قبلی که از نزدیکان خل خالی بوده میاد تا سفارش قضا بده به آقای قربانی، میگه آقا مثلا من چه میدونم یه 70 80 تا چقدر قضا میخوام برای مقبره رضا شاه. این الان اینجا تازه یه دروغ جدید کشف میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولین اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد این بود که خلخالی با یه سری آدم ریختن مقبره رضا شاه رو تخریب کردن. تخریب مقبره رضا شاه ظاهرا قریب به 15 روز 20 روز زمان برد و اونجا عملا با خاک یکسان شد و هیچ نشانی دیگه حتی از قبر رضا شاه هم موجود نبود. یعنی حتی ما در سالهای مثلا اواسط دهه 70 هم که میرفتیم شاه عبدالعظیم اصلا هیچی نبود، یعنی کاملا سنگ شده بود، صاف شده بود و شما مگر اینکه از روی حدس و گمان میتونستید متوجه بشید که مثلا در دورانی قبر رضا شاه توی این نقطه توی این لوکیشن واقع بوده. حالا کاری نداریم. نهایت این که ایشون میگفتش که ایشون در خاطراتش بیان میکنه که آره اون فرد اومده بود میگفت برای مقبره رضا شاه که اونجا ظاهرا تعدادی از مسئولین از جمله خود آقای خلخالی و آقای کروبی و اینا حضور دارن قضا میخوام ببرم. خب جایی که زمین مسطح شده و اصلا چیزی وجود نداره شما میخوای کجا قضا ببری؟ اینا واسه چی باید توی اون نقطه جمع میشدن؟ حالا اگر مثلا شما میگفتید در خود شاه عبدالعظیمن، یعنی حالا مثلا توی اون صحن اصلی هستن، یه چیزی آدم میتونست باور بکنه. و تازه اونجا چرا باید اینا قضا سفارش بدن اونجا؟ مگه به هر حال سیستم اداری و تمام سازمانهای مملکت دیگه در اختیار اینها بود و میتونستن در هر لوکیشن امتر و ایمنتری هم دور همیشون رو داشته باشن و قضا رو اونجا سرو بکنن. حالا چرا باید این قضاها بره به اون محله و اون لوکیشن؟ این یه بحث دیگه. خلاصه آقای قربانی میگه که من قضاها رو آماده کردم. برادرم احمد گفتش که حالا که فلانی باد آشنا هم هست و اینا لطفاً یه صحبتی بکن باش که با آقای خلخالی هم یه حرفی بزنه این اموال ما رو خونه هامون و اینا رو آزاد بکنه. طرف برمیگرده، یعنی اون نزدیک خلخالی، میگه که به یه شرط که یه کادیلاک برای من بگیری، یعنی برام بخری تا بیام این کارو برات انجام بدم. آقای قربانی میگه من رفتم فوری یه کادیلاک خریدم، سویچشو دادم به این آقا و خب بعدم غذاها رو تو تعداد غذا رو هم توی دو تا کادیلاک جا دادیم. برادر من احمد هم به اتفاق اون فرد میره و در اون محفل حضور پیدا میکنه. اول انقلاب ترورهای کور و ترورهای سیاسی داره اتفاق میفته، وضعیت امنیتی به شدت به قول معروف دستخوش ناامنی قرار داره، به ویژه امنیت مسئولین کشور. بعد چگونه در اون جمع اجازه میدن برادر آقای محمود قربانی حضور پیدا بکنه و تازه بعد از اینکه غذاشون رو خوردن بیاد درخواستش رو با آقای خلخالی مبنی بر این که آره اموال مثلا ما رو اگه شما اجازه بدید از مصادره خارج بشه؟ خیلی اولا که به خلخالی ارتباطی نداشته، چون اموال مصادره شده فوری و فوتی زیر مجموعه بنیاد مستضعفان قرار میگیره. حالا اون موقع بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان با هم دیگه ادغام شده بودن و در اصل یک سازمان و مجموعه به حساب می اومدن.
خلخالی کاره ای نبوده که خلخالی صرفا یک حاکم شهر بود در اوایل انقلاب و توی اون بازه زمانی هم اگر حالا بپذیریم که همچنان مسئولیت داشته صرفا یه نماینده مجلس بود که مدام جیغ و داد میکرد، خیلی هم حتی حرفاش درست شنیده نمیشد. یعنی جایگاهی که بخواد بیاد مال یک فردی رو، املاک یک فردی رو از حالت مصادره خارج بکنه رو ایشون حداقل توی اون صلاحیت نبود. بعد خلخالی میگه که شما کی هستی؟ میگه من قربانی هم. میگه قربانی، محمود قربانی همون شوهر گوگوش. یعنی خلخالی انقدر اشراف به همه چی داشت. بعد میگه نه، اون که داداشمه، من برادرشم، نمیدونم اینطور و اونطور، الان برادرم رستوران رو داره میچرخونه. میگه مگه محمود قربانی زنده است؟ مگه نکشتنش؟ که دیگه اتفاقی که میفته، خود آقای قربانی میگه تماس میگیرن از اونجا، یعنی برادرشون تماس میگیرن که 30-40 تا کمیته چی و سرباز و چی دارن میان سمت هتل رستوران میامی تا تو رو دستگیر بکنه. و ایشون هم به قول خودش دو تا پا داشته، دو تا پای دیگه هم قرض میگیره میره. حالا ببینید، این که پر از تحریف و پر از قلب واقعیت کاری ندارم، ولی محمود قربانی و محمود قربانی ها که الان در لس آنجلس و حالا در ایالات مختلف آمریکا دارن زندگی میکنن، هر روز هم دارن ویدیو میدن بیرون، خاطراتشون رو بیان میکنن و به نوعی از نام خانم گوگوش آویزون شدن، اینها اتفاقا باید پاسخگو باشن. رفاقت آقای محمود قربانی با پرویز باتپایی که خود پرویز باتپا بعد از انقلاب کمیته چی میشه، با شاهرخ قول که شاهرخ قول بعد از انقلاب جزو نیروهای پارتیزانی میشه و بعد به جبهه میره و به عنوان یکی از شهدای گمنام امروزه ازش یاد میکنن. شاهرخ قول از باجگیرهای قدیمی تهران بوده و با خود محمود قربانی هم رابطه نزدیکی داشته. اینها افرادی هستند که بعد از انقلاب آدم‌های صاحب نفوذی میشن در سیستم. از سمت دیگر ماجرا حسین گیل رو داریم. رفاقت حسین گیل با پرویز بادپا که تا امروز هم ادامه داشته، جالبه بهتون بگم. و حسین گیل بعد از انقلاب به هر حال وارد سپاه میشه، در سپاه به نوع آمادگی دفاعی رو به سربازان و افرادی که مهیا می شدن برای جبهه های نبرد علیه عراق آموزش می داده. در همون سپاه ماندگار می شه، یک مؤسسه فیلمسازی رو هم تولید می کنه. اما در کنار اون مؤسسه فیلمسازی و بازی در فیلم هایی که قطع به یقین تجربه تماشای اونها رو در دهه 60 و 70 داشتیم، همچنان حضور پررنگش در سپاه و همینطور در جبهه ها هست. انقدر حسین گیل آدم با نفوذی میشه که میگم هم دوست پرویز باتپا بوده، هم جز رفقای شاهرخ قول بوده و به واسطه نفوذی که داشته قطع به یقین آقای محمود قربانی از اون نفوذ نهایت سوء استفاده و بهره رو برده. چون محمود قربانی به گفته خودش یک جا در مدرسه، اون مدرسه ای که به هر حال جنرال ها رو اول انقلاب اونجا دستگیر کردن، حبس کردن و هم در پشت بوم همون مدرسه هم اینها رو ترور کردن، اعدامشون کردن به نوعی، چگونه میشه که اونا همشون اعدام میشن، تیربارون میشن، ولی محمود قربانی میتونه سعی و سالم از اون مدرسه بیاد بیرون، بعد بره زندان بیاد بیرون، اموالشو یا حداقل اون هتل رو پس بگیره؟ چگونه است اون فردی که از نزدیکان خلخالی بوده با علم بر این که این محمود قربانی تونسته هتل رو آزاد بکنه از بند مصادره و به واسطه اون باج و رشوهی که گرفته بوده به محمود قربانی تحویل بده، اما منزل برادر محمود قربانی رو که اصلا نه ربطی به گوگوش داشت و نه داستانی داشت و اینها، نتونسته آزاد بکنه؟ و تازه خلخالی برگشته گفته که تو داداش محمود قربانی، پس بریزید محمود قربانی رو دستگیر کنی. حرفات یه مقدار بیش از اندازه زد و نقیزه. این همه پول شما از کجا آورده بودید آقای قربانی؟
5 میلیون کادیلاک هم خرید، 4 میلیون دادی، 1 میلیون هم که به یه سری عوامل مدرسه داده بودی، اینجام که به نزدیک یکی از نزدیکان خلخالی 4 میلیون دادی، بعد دوباره فرداش رفتی واسه طرف یه کادیلاک خریدی، خب این پولا رو شما از کجا آورده بودی؟ اموالت هم که به گفته خودت مصادره شده بوده، یعنی طوری نبوده که وقتی میگن اموال مصادره میشه یعنی از حساب بانکی شما تا منزل مسکونیتون تا مال و املاک دیگه تون همه تحت اون تصرف و تحت اون حصر قانونی به نوعی قرار میگیره. بعد شما این پولا رو از کجا میوردید میدادید؟ یه قرون دوزار هم اصلا اگه میگفتی 100 هزار تومن کنه، حالا 100 هزار تومن داشتن دادن، 4 میلیون یه جا، دوباره یه کادیلاک یه جا، 1,500,000 یه جای دیگه، این دروغا رو از کجا میاری؟ چرا باید مردم باورشون بشه؟ چند نفر از اطرافیان شما بیان کردن که اصلا یکی از دلایل تنش‌های شما و خانم گوگوش چک‌هایی بود که به امضای ایشون صادر شده بود و بعدم دلیل اینکه گوگوش در ایتالیا موند و ماجرای رفاقتش با بهروز وثوقی در اونجا و بازگشت شما به ایران برای این بود که گوگوش نمیتونست به ایران برگرده، چون همون تو فرودگاه حکم جلبشو میگرفتن و شما او رو در ایتالیا رها کرده بودید و اومده بودید اینجا داشتید عشق و حال خودتون رو میکردید، بعد الان اومدی میگی که بهروز وثوقی زن منو دزدیده. اصلا شما زنتو رها کرده بودی رفته بودی آقای قربانی. گوگوش قبل از اینکه با بهروز وثوقی گرم بگیره در ایتالیا از شما بریده بود، شما رو کنار گذاشته بود. بله این اتفاق، این اقدام خانم گوگوش اقدام پسندیده ای نبود، چون به هر حال ایشون همچنان در عقد شما بودن و اینکه مادامی که در رابطه زوجیت با شما بودن نمیبایست با مرد دیگری وارد رابطه میشدن، این امر دیگری است که حالا در برنامه های گوناگون هم بهش پرداخته شده، ولی این بیگناهی شما رو اثبات نمیکنه آقای قربانی، در کنار دروغ هایی که سریال وار تعریف کردی. لطفاً وفادار باشید به حقایقی که اتفاق افتاده. اشکالی نداره، ممکنه شما در اوایل انقلاب با تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی هم رابطه خوبی داشتین که حتما داشتین، ولی شما رو 100 بار اعدام میکردن، شما رو به واسطه دایر کردن مرکز فساد و فحشا از نگاه خودشون، چون کاباره از منظر آقایون مرکز فساد و فحشا بود، حداقل به این واسطه شما به فساد فلعرض محکوم می شدید و اعدامتون می کردن. و اگر نکردن و این فرصت رو داشتین که بمونین در ایران، حتی کار بکنین، هتل رو هم برای مدت پس بگیرین از دولت، نشون دهنده اینه که شما رابطه های خوبی رو در سیستم داشتید، ولی الان دارید تاریخ رو تحریف میکنید فقط برای اینکه نگید آدم رابطه مندی بودید و با مقامات جمهوری اسلامی هم بسته بودید، چون اگر الان این حرفا رو بزنید بیش از گذشته طرد میشید. من فقط اومدم این برنامه رو ساختم تا این نکته رو بگم که شما با آدم‌های مثل پرویز باتپا، با آدم‌های مثل حسین گیل، حسین گیلی که به محض اینکه آیت الله خامنه‌ای به مقام رهبری نائل شد، ایشون در یکی از عکس‌ها در کنار رهبر ایران داره قدم می‌زنه بدون هیچ گونه محافظ و داستان و تشکیلاتی، و اصلا به گونه ای انگار خود ایشون یکی از محافظانه. شما با یه همچین آدم های زینوفوزی در ارتباط بودین، چرا نمیخواید این رو تایید بکنید؟ همین الان من یک تماس تلفنی رو حدودا یک سال پیش با آقای پرویز باتپا داشتم که
که ازشون تقاضا کرده بودم که مصاحبه‌ای با هم داشته باشیم، ولی خب ایشون بنا به دلایل شخصی و شرایط خانوادگیشون ترجیح دادن که مصاحبه نکنن. خود آقای پرویز بادپا گفت ما جلسات هفتگی و ماهانه داریم، حاج حسین گیل هم هست. الان دیگه آقای گیل تبدیل شده به یکی از سرداران سپاه و طبق آخرین اطلاعاتی هم که من دارم ایشون فوق لیسانس نمیدونم مدیریت استراتژیک هستن، یعنی همون رشته ای که آقای حسن عباسی دکتراشو گرفته. حسین گیلی که دیپلم هم نداشت قبل از انقلاب، فوق لیسانس مدیریت استراتژیک، این اشکالی هم نداره. ولی آقای قربانی شما هم یکی از همین آدم ها بودیم. حالا اینکه چی شده، چه اتفاقی افتاده، اومدین بیرون، فازتون تغییر کرده، بحث دیگری است. ولی خودتون رو خیلی شاه دوست و نمیدونم پهلوی پرست و یه همچین مدل آدمی هم معرفی نکنید. شما بعد از انقلاب با حضرات بسته بودین و چندین سال هم در ایران بودید، 44 ماه هم زندان نبودید و حتی خودتون میدونید که یکی از افرادی که متهم به لو دادن کودتای نوژه خود شما هستید. این رو شاید در یک برنامه دیگه مفصلتر راجبش صحبت کنم. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. خدا نگهدار تک تک شما عزیزم.